مبارزه انقلابی و علمی و مکتبی، اینا همه معانی هستند که با مجاهدین و به وسیله مجاهدین وارد فرهنگ مبارزاتی ما شد. حالا بریم و تجربه مبارزاتی جوانان دهه 40 رو از زبان رهبر مقاومت بشنویم. اینکه در چه حال و هوایی بودن، چی میخواستن و چطور قدم در راه گذاشتن. من در اردیبهشت 1346 به عضویت مجاهدین که در آن زمان هیچ نامی نداشتند و در محاورات در مورد خودشان فقط از کلمه سازمان استفاده می کردند در آمدن. جوانان مبارز آن روزگار در نخستین سالهای دهه 40 دراستی تشنکام مبارزه انقلابی بودند. تشنکام سرنگون کردن رژیم شاه بودند. از سالهای 1335 تا 1345 وقایع زیادی در ایران و جهان اتفاق افتاده بود. جنگ سوئز و پیروزی جمال عبدالناصر، انقلاب الجزایر، کودتای عبدالکریم قاسم و واژگونی سلطنت در عراق، انقلاب کوبا و ویتنام و نهضت‌های آزادی بخش از آمریکای لاتین تا آفریقا، هر یک تأثیرات خود را در بیداری و برانگیختگی نسل بعد از مصدق در ایران داشتند. منظورم از نقل این خاطرات برای شما این است که فضای بچه‌های آن روزگار را دریابید که در به در دنبال یک چیزی می‌گشتند که خودشان هم نمی‌دانستند چی، ولی گمشده ای داشتن که بعدها فهمیدم اسمش ایران و آزادی. ای کاش آزادی ترانه میخوان کوچک به اندازه گلوگاه پرنده، کوچک به اندازه گلوگاه پرنده. آیا همین که بفهمی گمشده چیه و چی میخوای کافیه؟ یا باید به دنبال راه پیدا کردن این گم شده باشی؟ راستی چطور میشه به ایران و آزادی؟ شهید بزرگوار خودمان منصور بازرگان برادر بزرگتری به نام ناصر داشت که بعد از وقایع 15 خرداد 42 از تهران برگشته بود و برای ما گفتنی زیاد داشت.